خب ما در یک شرایط خاص کرونایی امروز قرار گرفتیم با اون که در هفته پیش ما شرایط رو میدیدیم متاسفانه در مسیر افزایش این بیماری هستیم و خب در هفته های گذشته اعلام شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد مسئله انتخابات رو داشتیم مقصد انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید مهمانی هایی که میدادند سفره هایی که در بعضی از جاها البته مینداختن هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود و خب مسئله تابستان رو هم داریم سفرهای تابستانی رو هم داریم به هر حال قبلا خب ماه رمضان عید فطر این مسائل هم بوده و اینا همه دست به دست هم میده یعنی ما همه اون مقرراتی که برای مناطق قرمز و نارنجی و زرد پیش بینی کردیم باید دقیقا اجرا بشه اگر اون دستورالعمل ها مورد تردید قرار بگیره یا عمل نشه خب ما دچار مشکل میشیم دیگه این مسئله شوخی نداره یک بیماری است که معلوم نیست تا کی مهمان این ناخوانده میمونه در جامعه ما و اگر ما مراقبت نکنیم با این مشکلات مواجه میشیم خب همه میدونن که ما با یک ویروسی مواجه شدیم که این ویروس هم از لحاظ شناخت ابعاد این ویروس هنوز هرچی میگذره یک بود دیگری به حال از این ویروس نمایان میشه و آشکار میشه مخصوصا جهش ژنی این ویروس که بسیار خطرناک متاسیون که رخ میده و تغییرات ژنتیکی که به تدریج داره ایجاد میکنه شما میبینیم هر روز یک نوع از این ویروس با ویژگی خاصی که معمولا هم سرایت بیشتره هم خطر بیشتره وارد میشه و مردم ما رو مبتلا میکنه و یکی از ویژگی های این ویروس قدرت سرایتشه که این قدرت سرایتش هم هی در نوهای جهشیافته بیشتر هم میشه